این پرنس دیوانه است؟ چطور جرأت کرده اعضای سفارت را به خانه‌ای که بیوتات سلطنتی است بفرستد؟ این رسم روزهاست قربان. همیشه معارضین تاج و تخت قاجار را حمایت کردند. به ظاهر در قرارداد قید شده که آنها حامی سلطنت اولاد و احفاد عباس میرزا نایب السلطنه هستند. اما تا آنجا بی‌شرمی می‌کنند که یک خارج از خاندان را حمایت می‌کنند. این شایعه چیست؟ کدام شایعه قربان؟ همین که او به امپراتور نامه نوشته. این هم مسبوقه به سابقه است. مگر آنها بهمن میرزا برادر شاه مبرور را نبردند قفقاز؟ حالا هم به همان قسم عمل می کنند. امیر و عترت همایونی را همراه با جواهرات می برند آنجا، بعد از این طریق فشار می آورند. همیشه باید یک لولوی سر خرمنی داشته باشند. حکم حکومت کاشان را فسخ بکنید، امیر را تحت الحفظ ببرید، کاشان همانجا بماند. احدی هم از این دقیقه مجاز نیست با او تماس بگیرد. همین به صرف و صلاح دولت است. وقتی حضور کسی ناقض حقوق سلطنت باشد، البته باید به وضعی از دارالخلافه دور بشود که همه حساب کار خود را بکنند. وقتی پرنس بداند تبعه ایران که رعیتی بیش نیست از مدار حکومتی خارج شده، تعقل می کند. آن وقت از نوشتن نامه به امپراتور دست برمی‌دارد. همین فردا ترتیب عزیمت آنها را بدهید. شفاعت کسی را هم نمی‌پذیریم. این میرزا هاشم را هم که یساول صحبت او شده بدهید تبعید کنند کربلا، آنجا زیارت نامه بخواند. گفتیم خانم بیاید اینجا، پاره ای صحبت ها بود باید با شما در میان می گذاشتیم. خیر سری نکنید. امیر می رود کاشان، صلاح نیست شما همراه ایشان باشید. مساله مملکتی حکم می کند یک چندی دور از تهران باشند. شما هم با بچه بیایید همینجا در بندرون تا ببینیم چه پیش می آید. روز خوشی با امیر بودیم، نمی توانیم روز تنگی او را تنها بگذاریم. کی گفته روز تنگی اوست؟ یک جریان مملکتی است. دول خارجه مراقب هستند از آب گلالود ماهی بگیرند. دائم یکی برای لکه‌دار کردن تاج و تخت دسیسه‌ای می‌چیند. اموراتی است که لازم نیست شما بدانید. ما برای خواباندن قائله‌ها امیر را می‌فرستیم کاشان. شما هم بهتر است دور از ماجرا باشید. اگر بدی هست با امیر شریک هستم، خوبی هم هست با او شریکم. او همسر من است، نفس به نفس او داشتم، پدر فرزند من است. چگونه قلب رضایت می‌دهد همینطور او را رها کنم؟ برادر تو تاجدار است، خیرخواه توست، یک چیزی می‌داند که اینطور می‌گوید. اونجا ولایت قربت با اون عقرب‌های جرار، گرد و خاک، هوای نامساعد، فکر خودت نیستی، فکر بچه باش. من این همه را به جان می‌خرم که امیر در مضیقه نباشد. امیر با خدم و حشم روانه می شود، همینطور یالغز که نمی رود. فردا اگر اتفاقی برای او بیفتد چه؟ زن با تنگ و خوش همسرش شریک است. تو خیره سری می کنی، انگار که اولاد من نیستی.
هرچه میگویند به یک طریقی جواب میدهی. مرغ است و یک پا دارد. آنجا یک مرد میتواند دوام بیاورد، ولی یک زن با بچه تلف میشود. چرا به حرف برادرت گوش نمیکنی؟ برادرم اگر خیر ما را میخواست که این وضع را پیش نمیآورد. برادر تو حاکم 18 کرور جمعیت است، نمیتواند همه را فدای یک نفر بکند. پس حالا که یک نفر را فدای همه کرده، چه توفیر میکند یک نفر باشد یا دو نفر؟ امیر که تنها نیست، زن دارد، بچه دارد، آنها را هم به حساب بیاورید. برای همین است که میگویم شما خودتان را کنار بکشید. از روز اول نباید من را به حساب میآوردید. ماجرایی را از اول تا آخر حساب شده آمدید. امروز فهمیدید من محلی از اعراب هستم. این دختر هم لنگه همون مرحوم است. به حرف که راه نمی آید. برو هر گوری برای او کندن تو اول دراز بکش. من که از دست تو زله شدم. اگر بروی دیگر دختر من نیستی. از اول هم حکم دختر شما را نداشتم. چشم سفید، دیگر نمی خواهم حتی یک لحظه روی نفس تو را ببینم. صداتان را بلند نکنید. حالا که رأی برفتن داری برو، ولی فردا اگر بلایی سر تو یا بچه‌ت آمد نگویی کسی مرا من نکرد. میگویم به احترام و عزت شما را ببرند، اما چون امیر تبعید سیاسی است، لاجرم برای او یک محظوراتی است که شامل شما هم میشود. حالا که خودتان رضایت دارید، بسم الله. نمیخواستم شما هم با آتش او بسوزید. شاید راست بگویید، زن بهتر است به فرمان شوهرش باشد تا حرف مادر و برادرش را گوش کند. امیر بنابرای ملاحظاتی تبعید می شود که متول است. شما دستی دستی خودتان را تبعید می کنید. یک تبعیدی خودخواسته. حرفی نداریم. ما هم بیش از این انتظار نداریم. نه حرفی می زنیم نه تمنایی داریم. هر طور حکم همایونی است. مصالح مملکتی اقتضا می کند ما هم یکی از رعایای ضعیف سلطان باشیم. اگر می دانستم تو را به این روی در می آورد، از همون اول رضایت نمی دادم. گفتیم وقتی با خانواده سلطنت وصلت کند از کبر و غرور می افتد. اونطور که نشد دخترمان را هم از ما گرفت. بخت ما بلند بود که خدا خواست در یک مجرایی افتادیم که دور از نیرنگ و دوز و کلک اندرونی باشیم. با امیر بود که فهمیدیم زندگی یعنی چه. چیزهایی هم هست در دنیا که اندرونی بویی از آن نبرده. شما هم خیال کنید از اول دختر نداشتید. همین طور است. عاقت می کنم. بس است. چرا انقدر به یک دیگر پیله می کنید؟ یک غلطی کردیم سربند آن همین طور مکافات می کشیم. برو برو. حالا که او قبله آمال تو شده به درک، یک مملکتی در خطر است. آن وقت متصل شرح مناقب این بانی خطر را می دهد. برو دیگر پشت سرت را هم نگاه نکن. می روم. شما هم خیال نکنید از عواقب آه من و این بچه در امان می مانید. اینجا گریه نکنید. می روید عتبات عالیات، آنجا گریه بسیار می کنید. دعا کنید که ما هم به فیض دیدار سرور شهیدان نائل بشویم. این طور که پیش می رود ما هم سعادت پیدا کرده ایم که به مرقد امام برسیم. حرف برایم نمی آید. بهتر از شما جدا می شویم، اما به قلب نه. به تن هم جدا نمی مانید. هنوز پا به کربلای معلا نگذاشته اید که ما هم به شما رسیده. همه چیز همونطور پیش رفت که خواسته بودید، الا که نمی دانستیم
میرزا آقا خان از کاشان می آید به تهران و شما از تهران می روید به کاشان. در این حکمتی است، ما تخت بند مشیتی هستیم. در عالم عنصری حاضر می رویم به کاشان، اما در عوالم باطن مدیون همون امری هستیم که در میدان نینوا رقم خورده. می بینی میرزا هاشم چطور همه چیز در لوحه زندگی ترسیم شده؟ بله، شکر که روزگار ما به این نحو پایان گرفت. شما خیالم آسوده است. همیشه نگران بودم، اما باکی نبود. می دانستم کجا هستید کافی بود. حالا هم جای دوری نمی رویم. اسمش با خودش هست، نفی بلد. چه یک وجب باشد، چه صد فرزخ. شما با عقلتان می بینید، من با دلم. یکی طالب باشد، باید تاریخ سلسله قجر را از من بشنود. خوددار باشید، آینده همه طور راجع به ما حرف میزند. شما هم قصه نخورید، حرف شما هم مکتوم نمیماند. لابد قدغن شده است مکتوبی روانه کنید. بله، یادتان هست که با هم چه قراری داشتیم؟ شب که آسمان را پر ستاره می کند، ماه بالا می آید، ما نگاه می کنیم. شما را در ایوان خانه کن می بینیم. نه، نمی خواستم گریه شما را ببینم. دست خودم نیست. یک آن صدای مرحوم پدرتان را شنیدم. می گفت تقی خان ببین چطور خانم که تسبیح می اندازد طالع ما را می بیند. قطع امید نکنید، ما هم آنچه که شما می بینید می بینیم. این پسر به شما سپرده است. البته می دانید که ما چه می خواهیم تعلیم ببیند. رخصت بدهید. دشمن نشسته، نمی خواهم بشنوند که ما با مادرمان خداحافظی می کنیم. نماز شام غریبان چو گریه آغازم، چو گریه آغازم به مویه های غریبانه
میرزا یوسف، اوضاع چطور می‌گذرد؟ به همان صورت که بقای سلسله قاجار را تضمین می‌کند. یعنی میرزا آقاخان از عهده برمی‌آید؟ به هزار نیرنگ متشبث می‌شود تا یک حکمی از ما بگیرد. صبح یک چیزی می‌گوید، ظهر یک چیز. صد تا کارت می‌سازد، یکیش دسته ندارد. می ترسم وضع به این منوال بگذرد، اوضاع از آنچه که فکر می کردیم پریشان تر بشود. اول کار است، میرزا آقا خان دستش بسته. امیر در کاشان است، اما روح او حاضر است. مردم هم دو سه سال در تنگی بودند، حالا همه هجوم آورده اند. هر کس مطالبات معوقه را می خواهد. وضع ولایات هم هنوز به همان طریق سابق است. میرزا آقا خان هم دامنش ملوث به پول پرستی است. دین و ایمان او پول است. در عزل و نصب ها هم مراعات حقوق سلطنت را نمی کند. هر آدم بی سر و پایی را مقام و منصب می دهد. اگر همین افعال را دنبال بکند، البته مشکلاتی پیش می آورد که مغایر منویات ذات اقدس همایونی است. هر کس را بیاوریم به یک طریقی به ما لطمه می زند. امیر خوب است، ما دلبسته او بودیم. هنوز هم یادش ما را آتش می زند. اما حیف، یک تکبری داشت که همه را از درگاه می راند. کاش آنجا به یک طریقی اصلاح می شد. امیر تا دم آخر هم از تک و تا نیفتاد. باید می آمد روی دست و پای شاه می افتاد، استغفار می کرد.
یک قدری اگر دست دهش داشت حال روز او به اینجا نمی انجامید. امیر چیزی را برای خود نمی خواست، به زبان می گفت اما برای ما هم نمی خواست. نمی دانم می خواست با این مملکت چه بکند. هنوز هم که فکر می کنم این مملکت تنها به دست امیر اصلاح می شود. اصلاح یک مملکت که به تباهی یک تاج و تخت بیانجامد به چه درد می خورد؟ امیر همه چیز را برای مملکت می خواست، اما در جهت پریشانی ایل قاجار. دلم می خواهد به اون نامه‌ای بنویسم، اما قلم که روی کاغذ می برم یک نیروی مانع می شود. صبر می کنم، صبر می کنم تا نیرو فروکش کند. قدم می زنم، حتی سرم را به دیوار می کوبم. یک چیزی در رگ و پی ما ریشه دوانیده، مثل یک سم که سلامت را از ما می گیرد. می گویم نکند ما به خطا باشیم. این دو سه سالی که گذشت برای ما دفتری را باز کرد که در عالم خیال هم فکرش را نمی کردیم. دیگر می ترسیم قلبمان به جانب چیزی میل بکند. تاج و تخت را آسان گرفتیم، اما خودمان را به دست تندباد حوادث سپردیم. می خوابیم، راه می رویم، بلند می شویم، مثل اینکه زیر دست و پای یک قشون مغل له می شویم. خان بزرگ هم سلطنت را برای همین می خواست. خان بزرگ سلطنت را ارث خانواده خود می دانست. او هم دغدغه های خود را داشت. اگر امیر قول بدهد که ایجاد دردسر نکند، هنوز هم به او امیدواریم. تنها او میتواند به ما جمعیت خاطر بدهد. امیر همانی است که هست، به اعتقادات خود پابند است. نقشه اصلاحاتی هم که برای ایران داشت در خون او بود. می گفت ما افق به افق یک دیگر آمده ایم. او هم در ما چیزی می دید که از جنس امیری بود. امیر کم می گفت، اما همان که می گفت طوری بود که سنگ را با او هم افق می کرد. راهی به قلب شاه پیدا کرده بود، از همان راه می تاخت. امیر کهنه کار است. نمی دانم، خودم همین اواخر پی برده بودم، اما با این دل چه میتوانم بکنم؟ به چیزهای شیرین مشغول بکنید، نگذارید هیچ چیز شما را از تاج و تخت غافل بکند. تاج و تخت؟ بله، تاج و تخت. میدانید که پرنس دالگورکی نامه‌ای برای تزار نوشته؟ نامه را ندیدم، ولی بعید نیست که کم چلابه‌ای نوشته باشد. آنچه او گفته برای ما ملاک است. اگر تزار شفاعت بکند کار ما تمام است. بازگشت امیر قطعی است. فکر و ذکر شاه شده امیر. پرنس فکر می کند که ما در ازلو تبعید امیر دست داشته ایم. می خواهد خود را از یک خطای فاحش تبرئه کند. نامه را به مصلحت کار خود می نویسد تا در پیش اولیای دولت روس مؤاخذه نشود. هرچه که باشد شاه نمی تواند این مطلب را نادیده بگیرد که امیر حضور دارد و نمی تواند همینطور بلا تکلیف در کاشان بماند. کافی است که تزار بخواهد
و شاه قبول بکند. آن وقت ورق برمیگردد. این به ضرر دولت بهیه انگلیس تمام خواهد شد. ما هم با شما هم عقیده ایم. امیر نباید برگردد. از طرفی ماندن او هم در کاشان با این وضع و حال هزار خطر در پیش دارد. امیر در این 3 ساله چنان خود را در عروق ایران جاری کرده که بودنش مایه 1000 افساد می شود. شما شاه را تنها نگذارید. مطلب را با او تمام کنید. نمیدانم بر سر خدیج خانم چه آمده. لابد همینطور نشسته و مراقب عباس میرزاست. نکند همان وقت که تصمیم به اقامت خدیج خانم در قم گرفتن خیال داشتند ما را هم به کاشان بگذارند. یک طوری پیش خود فرض کردند بگذار حالا که خدیج خانم با اینها آیند و روند دارد نزدیک هم باشد، از یک هوا بهره مند شوند. شاه به ما دلبسته است. مختصر کدورتی حاصل شده، اما عهد و مودت قدیم از بین نمی رود. من شاه را خوب می شناسم. به خود از درد می پیچد، اما آنها مدام در گوش او می خوانند. او می داند که ایران جز من کسی را ندارد. همه امور سلطنت بی ثواب دید امیر نمی چرخد. حتم دارم که پشیمان می شود. میرزا خان نوری آدم رذل بیمایه است که نافش را با مفسده و وطن فروشی بریدند. سلطنت را ضایع می کند. یک همچه آدم نیرنگ بازی کجا می تواند خادم امینی برای شاه باشد؟ من به اندازه شما امیدوار نیستم. او رگ خواب شاه را می داند. یک جوان کم سن و سال البته فریب می خورد. قلب خطا نمی کند. همه امورات که قلبی نیست. چرا؟ میرزا آقا خان ممکن است بتواند همه کاری بکند، اما قلب شاه را نمی تواند تسخیر کند. قلب شاه پیش ماست، زیر همین جبه. همین باعث می شود که آنها خیالاتی کنند. این قلب که از کار افتاد دیگر لازم نیست تسخیر شود. شاه آنقدر هوش و ذکاوت دارد که تیشه به ریشه خود نزند. شاه برای حفظ تاج و تخت هر کاری می کند. اگر او یک رگ امیری دارد، یک رگ میرزا آقاخانی هم دارد. اجازه بدهید یک عریضه ملتمسانه به نواب بنویسم. آن وقت دوره بیفتد که ببینید امیر چطور به التماس افتاده. پس یک دستخط محرمانه به پرنس بنویسید. به تزار یا ملکه انگلیس، نمیدانم، به یک کسی که جلوی این شناعت را بگیرد. شما هم خواهر همان شاه هستید. رگ قاجاری شما بر رگ امیری میچربد. پس چه کنیم؟ همینطور باشیم تا این هرمله ها ما را زیر نظر داشته باشند؟ صبر کنید، انقدر شور نزنید، دل عقاب داشته باشید. بعد از هر شدتی فرجی است. شاه از رأی خود برمیگردد. دم به ساعت دلمان می‌لرزد. فکر می‌کنم به یک صورتی شما را مسموم می‌کنند. سودا و خیال رها نمی‌کنند. می‌بینید بچه‌های نواب علیه به چه سرنوشتی دچار شدند؟ همین که قلب شاه مبرور را دارید، هیچ میراثی از این مادر ندارید،
جای خرسندی است. ما خواهر و برادر در شخص شما چیزی دیدیم که کیمیاست. من به شما وفادار میمانم، اما شاه مرد است، وفا نمیشناسد. اگر شما هم تاج به سر داشتید، به قلب خود وفادار نمی‌ماندید. خداوند آن خواجه خوناشام را نبخشد که این تاج را گرفت و به خانواده قاجار داد. استحضار دارید که پرنس به تزار نامه ای نوشته. البته هرکس اندکی شم سیاسی داشته باشد میتواند بفهمد که مضمون نامه چه میتواند باشد. همان فقره رفتن اعضای سفارت به منزل میرزا تقی‌خان کافیست که ما بفهمیم دولت روس به هواخواهی او بلند شده. آقایان، روزها میخواهند امیر و عترت همایونی را همراه با جواهرات سلطنتی ببرند آن طرف مرز، بعد از این طریق فشار بیاورند و مقاصدی را که در تهران نتوانستند عملی کنند جامعه عمل بپوشانند. من به صراحت اعلان میکنم روزها اگر امروز نتوانند، بالاخره یک روز میخ خود را در این مملکت محکم خواهند کرد. غیرت وطن خواهی و نمک پروردگی ایجاب می کند که آقایان هرچه زودتر به یک طریقی به این ماجرا خاتمه بدهند. آنها می دانند که شاه دلباخته امیر است. اگر هم او را زیر بال و پر خود نگیرند، شاید به این فکر بیفتند که او را برگردانند. پرنس عصبانی است. اطلاع دارم که چندین مرتبه نامه را نوشته و پاره کرده. یک جوری پای خود را در میان می بیند. برای براعت خود هم که شده کنکاش میکنند. ببینم، امیر کاغذی مبنی بر درخواست پناهندگی یا حمایت دولت روسیه از او به سفیر روس ننوشته. او انقدر ظاهر فریب است که گزک دست کسی نمیدهد. ما که تازه به سر کار نیامده ایم. وقتی امیر همراه با کاروان معذرت خواهی واقعی گریبایدوف به سن پترزبورگ رفت، خبر دارم که تزار به زبان روسی به او گفت به به رفیق خودمان، خوش آمدی. پس این عبارت چه دامی نهفته است؟ مگر آنها عمله باب را تحت الحمایه خود نمی دانند. می بینید؟ به هر طریقی یک نفر را علم می کنند. ما از کجا بدانیم که امیر پیشا پیش با پرنس قرار و مدار نگذاشته؟ آقایان، خدا اون روز را نیاورد که امیر برگردد. همه ی زحمات چند ساله ما حرام و هدر می شود. تعقل کنید آقایان. اگر درست فهمیده باشم، باید روس را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. بله، همین طور است، به شرط آنکه کسی بروز ندهد. حتی پرنس هم نباید از این جلسه آگاه بشود. ما منافع اجنبی را به خاطر منافع ایل قاجار و تاج و تخت تحمل میکنیم. ما که نمیخواهیم روز برویم، میخواهیم اینجا بمانیم، سلطنت برقرار باشد و از قبل آن آقایی کنیم. ناچار یک باجی هم به روزها میدهیم. پس با این ترتیب امیر در کاشان هم مخل آسایش است. میبینید که این طور است. شاید طوری میشد امیر تبعید کربلا بشود. هرچند شطور زنده و مردهش یک قیمت است، اما تا نفس امیر میآید و میرود ما گرفتار این بلیه هستیم.
باید امیر را از نفس انداخت. ولی ممکن است شاه تا این حد را پیش نرود. در این صورت خدا حافظ شما. درست است که شاه در این حلقه نیست، اما به طریقی به این حلقه مربوط می شود. باید هرچه زودتر دست به کار شد. کار ما به ساعت و دقیقه رسیده است. اندکی تأخیر آفت به جان همه ما می زند. کی با شاه حرف می زند؟ نه نه، از عهده من بر نمی آید. شما که تا اینجا آمده اید نمی دانستید عاقبت کار به کجا می انجامد؟ آخر فکر ملکزاده خانم باشید. با آن طفل صغیر چه حالی پیدا می کند؟ ما کوشش خود را کرده ایم. اونقدر که شاه به گوش او خوانده، هر کس دیگری بود به امیر پشت می کرد. کاش میشد دختر را از او جدا کرد. اون چه سعی کردیم نشد. حالا که به اون طرف رفته، پس باید قید او زده شود. فرزن حکم قتل صادر شد. چه کسی مأمور اجرای آن میشود؟ همان که شورش فوج قهرمانیه را دامن زد، همان که در تهران مأمور پراکندن شایعه شد، کسی که در اصفهان اسباب سوء ظن شاه را فراهم کرد. ممکن است این فقره را قبول نکند. قبول می کند. حاج علی خان با ما. ما می توانیم او را راضی کنیم. شما هنوز رضایت شاه را جلب نکرده، دنبال جلاد امیر می گردید. شاه دست خط بدهد از در و دیوار جلاد میبارد. خواستم شما مطمئن بشوید که اگر شاه استمزاجی کرد، رأی او را راسخ‌تر کنید. میرزا آقا خان، این سنتی که شما گذاشتید اگر یک روز شامل حال خود شما شد چه؟ بد سنتیست، بد رسمیست. ما دست خط گرفتیم که اگر خلافی سر زد فقط اصل بکنند. کلونل هم پای خان ایستاده. پس عاقبت کار خودت را منظور کرده ای؟ میرزا آقا خان جایی نمیخوابد که آب زیر او برود. شیطان را درس میدهد. بهتر است این دو سه روز که به عروسی شازده مانده کار را فیصله بدهید. امیدوارم شب زفاف شازده مصادف باشد با شب اول قبر امیر. می‌دانید که راه پس و پیش برای ما نمانده. نامه تزار اگر برسد، دست و بال شما هم بسته می‌شود. امیر همان میراثی که برای ما گذاشت کافی بود. حالا این فقره هم اضافه شد. چه دستور می‌فرمایید؟ امیر را احضار کنیم تهران و همینجا به اون منصبی بدهیم؟ آه
آن وقت تمام دنیا به ریش ما میخندد. اگر این کار را نکنیم، فردا خواهند گفت به دستور تزار این کار را کردند. اگر ما تحت امر تزار هستیم، شما که میدانید مدام قرارداد را به رخ ما میکشند، روی ماده 3 قرارداد تاکید دارند. ریش ما گرست قربان. امیر چه مشکلی شده؟ ما که نمیدانیم این تزار از ما چه میخواهد. شاه حرفی میزنند که با آفاق نظر شهریاری مناسبت ندارد. ما که میدانیم چه کسی نامه را فرستاده، چرا فرستاده و مضمون آن کما بیش چه بوده است. یک فقرش را به چشم شاهد بودیم. اگر اعضای سفارتخانه را به سراپرده همایونی نفرستاده بود، باز نقلی نبود. پرنس علناً از امیر حمایت کرده، حقوق سلطنت را ضایع کرده، رعیت شاه را بسته خود دانسته. فردا ممالک عالم چه میگویند؟ این نقض آشکارای قرار و مداری است که یک سفارتخانه در دولت ما دارد. خدا امیر را از روی زمین بردارد که هر ساعت درد سری میتراشد. جان امیر در ید قدرت سایه خداست. فرمانی که شاه بدهند فرمان یزدان است. تزار را در مقابل کار انجام شده قرار بدهید. فردا سوان ما دراز است. می توانیم بگوییم نامه دیر به دست ما رسید. کسی چه می داند؟ شاید تا رسیدن نامه امیر از روی زمین برداشته شده باشد. آن وقت خیال شاه آسوده می شود. که این آش را برای ما پخته بود نمی دانیم. به یقین اول بار هیمه این دیگ را خود امیر روشن کرده است. امیر، 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 امیر روزگار ما را سیاه کرده. ببین چطور از چهار طرف سنگ بلا میبارد. این عاقبت مهری بود که به امیر داشتیم. نزدیک از خدا خودمان را از روی زمین بردارد. خدا جان امیر و هزار تا مثل او را فدای یک تار موی همایونی بکند. امیر سگ کیست که لایق خاک پای همایونی باشد؟ نمیدانم، مغزم دیگر کار نمی کند. یک کاری خودتان بکنید. منوط به فرمایش همایونی است. یک طوری ما را از این مهلکه نجات بدهید. شما جوش نزنید. ما خودمان حکم را تهیه می کنیم و به حضور می آوریم. بروید، روید آنچه لازم است انجام بدهید تا خلاص بشویم. بروید. گرفتم، فرمان قتل را گرفتم. حکم را به اسم حاجلی خان فراش باشی نوشتم. شب که شاه از باد سرش گرم شد، میدهید امضا بکند، فلفار میرسانید به حاجلی خان. یک چاپاری هم فرستادم کاشان، مراد بیک. مراد بیک مأمور است که به امیر بگوید شاه سر تقصیرات او گذشته و روز جمعه خلعت میرسد. به احدی نگویید حکم را گرفته اید. مگر بچه اید؟ فقط خدا کند شاه تا شب دوام بیاورد، وگرنه دوباره مجبور میشویم تقلا بکنیم. که یک همچین فرصتی دست بدهد خدا عالم است. اگر مراد بیک شب به کاشان برسد و خبره
خلعت را به امیر بدهد، امیر فردا برای پوشیدن خلعت به حمام می رود و حاجی صبر کنید، بگویید در همان حمام کار را فیصله بدهد، منتظر نماند، تأکید کنید که ملکزاده خانم هم بوی نبرد. خدا کند حاجی علی فریب زبان امیر را نخورد. اگر هیبت امیر او را خشک بکند وا مصیبتا. امیر با جبه صدارت هیبت دارد، در حمام که هیبت ندارد. اگر بخواهد ملکزاده خانم را ببیند چه؟ هرگز، هرگز. مهلت به امیر بدهد دودمانش به باد رفته، او را از شاه بترسانید. آجلی خان تا به حال خودش یک پا دولتی شده، سفرش به راه باشد و مسقانی بشنود کلایش را به هوا می اندازد. آجلی خان را امیر مقام داده، اما میرزا آقا خانم علاورده. جسد را چه بکنند؟ با جسد چه کار داریم؟ در همان گورستان پشت مشهد اردهال به خاک بسپارند، امانت بگذارند، چه میدانم، بگذارند در مرز هوا تا لاشخورها هم به نوایی برسند. هرچه نباشد، یکی از خاندان سلطنتی آنجا هست، ملکزاد خانم. ملکزاد خانم مجبور است یک طور این آفت ایل قاجار را به خاک بسپارد. موسیقی